درود بر شما. دهم خرداد ماه 1398 خورشیدی و 31 می 2019 میلادی. امشب در صفحه آخر نگاه نزدیکتری داریم به برنامه‌ها و توان اتمی و موشکی جمهوری اسلامی. خب بذارین اول سرنوشت عبدالقادر خان، پدر بمب اتمی پاکستان و همینطور پدر غنیسازی اورانیوم جمهوری اسلامی رو بگم. پدر غنیسازی اورانیوم جمهوری اسلامی، چون اگر دستگاه‌های غنیسازی اورانیوم و قطعات سانتریفیوژهایی که جمهوری اسلامی از عبدالقادر خان خرید نبود، اولا معلوم نبود بتونه از جای دیگه به این راحتی گیر بیاره. ایشون دکتر خان بهش میگن، عبدالقادر خان پدر بمب اتمی پاکستان است که البته دانشمند بزرگ فیزیک هسته‌ای است و بعد از اینکه بمب اتم پاکستان رو آزمایش کرد و در واقع ساخت، با همت او انجام شد چون این کاری، بازار قاچاق تسلیحات هسته‌ای رو راه انداخت، چنان که میگویند با 12 کشور ارتباط داشته و هنوز هم واقعا هیچ کس نمیدونه که دقیقاً آنچه هایی که عبدالقادر خان از طریق قاچاق در اختیار کشورهای دیگه گذاشته یا واقعا فقط در اختیار دولت ها قرار گرفته، یا اینکه ممکنه که قطعاتی در دست گروه های تروریستی هم بوده باشد، هرچند که دولت های تروریست چنان که ثابت شده و نهادهای تروریست چنان که ثابت شده مثل سپاه پاسداران، مثل جمهوری اسلامی ایران هم دنبال چنین چیزی بودن. حالا توضیح میدیم، بخش هفته گذشته توضیح دادم. به هر حال گفتم یکی این است که نمیتونست اگر از عبدالقادر خان گیر نیاره قطعات سانتریفیوژ رو و خود سانتریفیوژ ها رو که حالا خواهم گفت، نمیتونست از جای دیگه به راحتی به دست برسانه. یعنی طرح ساخت دستگاه های غنی سازی رو اساسا نمیتونست پیدا کنه مگر همانی که از عبدالقادر خان گرفته بود جمهوری اسلامی. هفته پیش حتی اشاره کردم که سال 1384 به گزارش کارشناسان آژانس بین المللی انرژی اتمی، داخل چند کارتون و کیف، ساک، بگ به قول شما انگلیسی ها، که جمهوری اسلامی تحویل بازرسان آژانس داد در سال 1384، طرح و نقشه ساخت میله انفجاری بمب اتم هم بود که بعد از فاش شدنش مقامات جمهوری اسلامی گفتند که از عبدالقادر خان گرفته بودند اما از آن استفاده نکردند. این هم در اسناد آژانس هست. هم آژانس بین المللی انرژی اتمی این رو اعلام کرد به طور علنی که چون این چیزی دریافت کردیم و چون این جوابی هم شنیدیم. باری سال 1380 آمریکا رسما عبدالقادر خان و مرکز عظیم آزمایشگاه هسته‌ایش رو، آزمایشگاه خان در پاکستان رو تحریم میکنه و به جنرال مشرف رئیس جمهور وقت پاکستان میگه باید این بساط قاچاق مواد و تجهیزات هسته‌ای به کشورها جمع بشه. عبدالقادر خان در 24 اردیبهشت 1380 میاد تلویزیون رسمی پاکستان، اعتراف میکنه که تجهیزات هسته‌ای به ایران، کره شمالی و لیبی داده، که داستان لیبی رو خدمتتون عرض کردم هفته پیش. عبدالقادر خان یک بار در بهمن ماه 1364 و یک بار در دی ماه 1365 به ایران سفر میکنه، به نیروگاه هسته‌ای بوشهر سر میزنه، بعد از اونجا دیدار میکنه به اصطلاح، بعد یه قراری با مسئولان جمهوری اسلامی در دبی میذاره و در اونجا قراردادی میبندن که بنابر اون قرارداد پاکستان در 5 مرحله تجهیزات هسته‌ای به ایران بده، شامل 2000 دستگاه غنی‌سازی اورانیوم و نقشه ساخت میله انفجاری بمب اتم، همون چیزی که بعداً پیدا شد و بعد گفتم الان براتون داستانش. یک سال بعد از قرارداد دبی، بعد از اینکه عبدالقادر خان در دبی قرارداد می‌بنده با مسئولان جمهوری اسلامی و از جمله شمخانی هم اونجا بوده، از شمخانی میره پاکستان، همین شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی و مشاور عالی رهبر معظم،
یه سال بعد از اینکه شمخانی میره پاکستان و دو سال بعد از قرارداد دبی، یعنی میشود سال 1368، تجهیزات دو بعد از پایان جنگ ها و همون سال مرگ خمینی، تجهیزات 2000 سانتریفیوژ اولیه پیوان و سانتریفیوژ پیشرفته P2 وارد ایران میشه از بازار قاچاق عبدالقادر خان. و باز 6 سال بعد، سال 1384، مرحله دوم انتقال سانتریفیوژهای پیشرفته شبکه قاچاق عبدالقادر خان به ایران میرسه. واشنگتن پست در گزارش تحقیقی مفصلی می نویسد که عبدالقادر خان وقتی در سال 1382 در حبس خانگی بود، گزارشی می نویسد از فعالیت‌هایش به مقامات پاکستانی، از جمله می گوید که قراردادهای اتمی بین شخص من و دولت ایران نبود، بین تهران و اسلام آباد بود به ارزش 10 میلیارد دلار. من قبل از اینکه ادامه بدم اینو، یه تاریخ رو من باید تصحیح کنم. گفتم که سال 1368 تجهیزات 2000 سانتریفیوژ اولیه و پیشرفته پیوان و پیتوی عبدالقادر خان به ایران میرسه و 6 سال بعد میشود سال 1374، نه سال 1384. سال 1374 مرحله دوم انتقال سانتریفیوژهای پیشرفته شبکه قاچاق عبدالقادر خان میرسه به ایران. باری سال 82 که عبدالقادر خان، چون سال 80 به هر حال تحریم میشه و عبدالقادر خان هم گفتم میاد اعتراف میکنه در تلویزیون که فیلماشو اندکشو دیدین و تو این برنامه، و سال 82 در حبس خانگی است که گزارش کاراشو می نویسه و در اونجا گفتم واشنگتن پست می نویسد که در گزارشش آمده که میگه آقا جون اینها بین شخص من و شخص فلانی در ایران نبود، در جمهوری اسلامی نبود، این بین دولت پاکستان بود در واقع و جمهوری اسلامی به ارزش 10 میلیارد دلار. برای اثبات سخنش عرض میکنم که میرزا اسلم بیگ، فرمانده وقت ستاد مشترک ارتش پاکستان، دوست نزدیک عبدالقادر خان، همین الان هم طرفدار جمهوری اسلامی است. دو پشته. یه نمونه ببینین حرفاش چقدر شبیه خمینی و خامنه‌ای است. مصاحبه باش کرده است پارس، خبرگزاری پارس مالایی، میگوید آمریکا در 20 سال گذشته ستمهای زیادی به جهان اسلام روا داشته است. بعد از حملات 11 سپتامبر آمریکا جهان اسلام بعد از حملات 11 سپتامبر آمریکا جهان اسلام را نابود کرد و بدترین مثال این نابودی وضعیت سوریه است و همچنین سایر کشورها، ولی متاسفانه هیچ رگ غیرتی در میان امت اسلامی به جنب و جوش نیامده و این بزرگترین بدبختی ماست که علارغم اینکه یک امت بزرگ هستیم با هم متحد نیستیم. اینا حرفای رئیس ستاد ارتش پاکستان، دوست نزدیک عبدالقادر خان است. رئیس ستاد ارتش پاکستان در سال 1370. بذارین نمونه ای رو براتون بخونم که یکی از دانشمندان هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران که به غرب پناهنده شده برام فرستاد، چند وقت پیش توی برنامه دیگه براتون قسمت‌هایی از این نامه رو خوندم. مطمئنم غیر از خود ایشون و شاید کمتر از 10% شما عزیزان یادتون باشه اون نامه مهمو، شاید هم اصلا ندیده باشین اون برنامه رو. به هر حال بذارین باز توی این برنامه قسمت رو براتون بخونم که یادمون نره این تاریخ چه هسته جمهوری اسلامی است و اهمیت داره. نوشتند پروژه، حالا بعد از مقدمات، پروژه هسته جمهوری اسلامی در واقع سه شاخه و راه متفاوت را طی می‌کرد. ما تا سال 1369 از وجود دو گروه دیگر کاملا بی اطلاع بودیم. سال 1370 دو گروه از کل مجموعه در هم ادغام شد. من از سال 1366 تا سال 1372 در یکی از گروه‌های سگانه این پروژه کار می‌کردم.
در گروهی که بعداً معروف به هسته شریف شد، با دکتر احمد شیرزاد، دکتر اردلان، دکتر علی محمدی که بعداً ترور شد علی محمدی و چند نفر دیگر تحت مدیریت و نظارت دکتر علی اکبر صالحی کار می‌کردیم. گروه اول یا مسیر اول به دنبال به دست آوردن محصول آماده بود، یعنی خرید یک یا دو کلاهک که الزاماً شامل سیستم بالستیک یا دلیوری نبود. این گروه توسط بالاترین مقامات عمل می‌کرد و بیشتر از دلالان اسلحه تشکیل شده بود. اوکراین، کره شمالی، پاکستان و قزاقستان کشورهایی بودند که به عنوان فروشنده مورد نظر این گروه بودند که داستانش بنده براتون هفته پیش توضیح دادم که این البته از اول انقلاب بوده، قبل از وارد شدن این دوست ما به این فعالیت‌ها هم بوده از سال 1358 که مهدی چمران و افراد دیگه دنبالش بودن از طریق قزاقستان، که به هر حال یه نمونه‌شو عرض کردم هفته پیش. باری گروه دوم مسئول خریداری فرایند بود که شامل غنی‌سازی سیستم‌های کنترل و غیره بود که نتیجه کارشان سانتریفیوژها و راکتورهای آب سنگین بود. گروه سوم یعنی همین هسته شریف، دانشگاه شریف، بر روی بهینه‌سازی کار می‌کرد. در این هسته فرض بر این بود که تمامی دستگاه‌ها و لوازم و مواد مورد نیاز وجود دارد و تمرکز بر روی ساختن ورژن‌های مختلفی از کلاهک‌ها بود. گروه سوم یا هسته شریف در سال 1366 به فعلیت کامل درآمد. علی اکبر صالحی ریاست دانشگاه را به عهده گرفت و جذب و تیم بندی بچه‌های خارج و هم داخل شروع شد. احمد شیرزاد که بعداً اصلاح طلب شد، مدرس ریاکتور 1 و 2 در سالهای 1368 و 1369 مسئول اجرایی گروه سوم یا هسته شریف بود. البته تو پرانتز بگم، حالا قبل از اینکه آقای فرهاد اردلان بگم، که احمد شیرزاد سالهاست که انتقاد کرده است و میکند از هزینه هایی که جمهوری اسلامی میذاره برای فعالیت هسته‌ای. به هر حال و دیگر، حالا عکس دکتر فرهاد اردلان رو می‌بینیم. باز دکتر فرهاد اردلان که از بزرگترین اساتید کوانتوم مکانیک در ایران بود و در زمینه نظری علمی کار می‌کرد، برنامه گروه ما از روز اول جنبه نظامی داشت. تمرکز بر روی بهینه‌سازی کلاهک‌های تاکتیکی بود. بعد از سال 72 همه چیز به یک مرکز فرماندهی انتقال پیدا کرد. گروه زیادی از دوستان مثل من به کشورهای دیگر رفتن و گروهی که باقی ماندن به دو مرکز امام صادق و مراکز تحقیقی سپاه رفتن. این ذره است از اطلاعاتی که کشورهای غرب و به ویژه آژانس بین المللی انرژی اتمی هم ازش خبر داره و همین اطلاعات و اسناد بود که سال 1392 در آستانه برجام سربسته یه سری چیزها رو عمومی کرد، از جمله این که راکتور 40 مگاواتی آب سنگین عراق که بنابر گزارش‌های متعدد با کمک فنی چین و سپس کره شمالی طراحی شده و در دست ساختمان است، فاقد ظرفیت تولید برق و یا رادیو داروهاست و تنها محصول قابل ملاحظه آن پلوتونیوم کافی برای ساختن 6 تا 8 بمب اتمی در سال است. حالا در متن بحران جدیدی که در منطقه به وجود آمده، همین 18 اردیبهشت 98 صحبت‌های حجت الاسلام حسن روحانی ریاست جمهوری، ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران را در توضیح نقض تعهدات جمهوری اسلامی در برجام بشنویم. امروز ما به سران 5 کشور اعلام کردیم که از 2 اقدامی که تا کنون انجام می‌دادیم صرف نظر خواهیم کرد. این 2 اقدام در واقع به یک بیان ساده 2 فروش بوده، یعنی ما هر وقت مواد غنی شده ما به 300 کیلوگرم می‌رسید، ما اضافه بر اون رو به کشوری می‌فروختیم و در عوض اون کیک زرد می گرفتیم. از امروز این فروش متوقف میشه.
فروش دوم فروش آب سنگین بود که هر وقت آب سنگین ما از 130 تن تجاوز میکرد ما اون مقدار اضافی رو به کشوری میفروختیم. امروز این فروش را هم متوقف میکنیم. پس کل اقدام امروز جمهوری اسلامی ایران توقف دو اقدام هست و به یک معنا دو فروش را انجام نمیدیم. نه اورانیوم غنی شده را از امروز دیگر میفروشیم، نه آب سنگینمون رو از امروز میفروشیم. البته این اعلام ما برای 60 روزه. به طرف مقابل اعلام کردیم که ظرف 60 روز اگر اونها پای میز مذاکره آمدند، یعنی 5 کشور، و با اونها صحبت کردیم و به نتیجه رسیدیم و منافع اصلیمون مخصوصا نفت و بانک به عنوان دو تا از منافع مهم اگر ما بهش دست یافتیم بر میگردیم به نقطه اول. این نمیفروشیم یعنی چی؟ یعنی برجام جمهوری اسلامی رو متعهد کرده که در مقدار معین باید آب سنگین و اورانیوم غنی شده داشته باشه، بیش از اون از اون سقف که بگذره باید به کشورهای معین فروخته بشه و از ایران خارج بشه. روحانی میگه اگه تحریم نفت و بانک وجود نداشته باشه ما به این تعهدی که دادیم عمل نمی کنیم. خب مهلت 60 روزه اگر تمام بشود و این تحریم ها برداشته نشود چی؟ ولی اگر در پایان 60 روز ما به نتیجه نرسیدیم دو اقدام دیگر رو آغاز خواهیم کرد و اون دو اقدام این است که ما در برجام توافق ما بر این بوده که غنیسازی در سطح 3.67 نگه داریم. از این اقدام خودداری میکنیم، یعنی سطحی دیگه برای ما مطرح نیست. و دوم این که راکتور آب سنگین عراق که بنا بود با مشارکت کشورهای 5 به اضافه 1 اون وقت در برجام نوسازی بشه و خب در مسیر راه و هنوز به نتیجه نهایی نرسیده، بعد از 60 روز ما نسبت به عراق هم تصمیم خواهیم گرفت که برنامه قبل از توافق برجاممون رو ادامه بدیم و عراق رو تکمیل کنیم. و این هم باز در مرحله دوم هم باز 60 روز فرصت داده میشه و اگر به نتیجه نرسیدیم اقدام بعدی مورد نظر ما هست. بله، اینا توی نامه، همینایی که ایشون فرمودن توی نامه به کشورهای اروپایی رفت. اروپا بلا فاصله خواست جمهوری اسلامی رو رد کرد. این همه هن و طلب رد شد و خبر رو بذاریم به نقل از رسانه های جمهوری اسلامی عیناً براتون بخونم. 19 اردیبهشت 98 فردای همین صحبتایی که شنیدید، در بیانیه‌ای که از سوی 3 کشور اروپایی، فرانسه، بریتانیا و آلمان و نیز فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا امضا شد، ضمن تکرار شعار اعلام پایبندی این اتحادیه به برجام، ضرب الاجل 60 روزه ایران رد شد. این کشورها همچنین از ایران خواستند همچنان به برجام پایبند بماند و از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درخواست شده همچنان فعالیت‌های هسته‌ای ایران را زیر نظر داشته باشد. کشورهای اتحادیه اروپا در این بیانیه سخنی درباره جزئیات اقدامات احتمالیشان در راستای استیفای حقوق از دست رفته ایران در قالب برجام ذکر نکرده‌اند. یعنی برو پی کارت. فردای رد شدن نامه دولت جمهوری اسلامی به اروپا، یعنی 20 اردیبهشت، کنفرانس خبری آقای کمالبندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی برگزار میشه. بغل دستش یه بابای نشسته با نقاب. آدمو یاد فقط من که نگاه کردم، نه شما یاد چی میفتن الان میبینی، یاد کنفرانس های خبری داعش و القاعده و امثال هم میندازه. پیرو دستور ریاست محترم سازمان مبنی بر ایجاد زمینه‌های لازم برای توسعه
ظرفیت تولید محصول غنی‌سازی کشور بدون اضافه نمودن زنجیره و یا سانتریفیوژ با برخی تغییرات فنی به حدود 4 برابر افزایش یافته و اطلاعات طراحی در این خصوص به آژانس بین المللی انرژی اتمی ارائه شده است. یعنی آبشارهای سانتریفیوژ اضافه نکردیم، یکم دستکاری کردیم، ظرفیت رو به 4 برابر رسوندیم. یه سال و نیم پیش هم گفته بودن که اگه بخوان میتونن ظرفیت رو فوری تا 5-6 برابر زیاد کنن. طبق توافق برجام حق داشتین این کار رو بکنین یا حق نداشتین؟ نداشتین. یا باید از برجام بیاین بیرون هزینه‌ش هم بدین، یا اگه میگین از برجام نیامدیم بیرون و نمیایم بیرون و متعهدیم به برجام، شطور سواری که دولا دولا نمیشه، یا عضوش هستین یا نیستین. نمیشه که بگین عضوشین ولی بهش عمل نمیکنین. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران حالا میشتوین میگه این کار و کارهای دیگه ای هم که بعدن میخوایم بکنیم و نمیگیم همه در چارچوب برجامه. جمهوری اسلامی میخواد مثل همیشه یک کلاه شهری بذاره سر حق بازیش. میگه ما بنا به بندهای 26 و 36 توافقنامه برجام داریم میزنیم زیر برجام. یه مختصری براتون بگم بند 26 توافقنامه برجام چی میگه. میگه ایران اعلام کرده است که تحمیل یا بازگرداندن تحریم‌های مشخص شده یا وضع تحریم‌های جدید هسته‌ای را به منزله مبنایی برای توقف کلی یا جزئی اجرای تعهدات خود وفق این برجام تلقی خواهد نمود. یعنی چی؟ یعنی اگر اونا زدن زیر توافق، طرف‌های جمهوری اسلامی زدن زیر توافق، ما می‌زنیم زیر توافق. خب این که دیگه اجازه نمیخواد که. آمریکا رفته بیرون از برجام، اروپا به شما میگه بمونین، مثل کره شمالی نشین که حتی از MPT پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای هم رفت بیرون و بمب اتمی ساخت، بمونین تو برجام تا جنگ نشه. شما میزنین زیر توافق برجام، بعد میگین ما در چارچوب برجام زدیم زیر برجام. اینه دیگه واقعیتش اینه. یه بند دیگه در بند 36 برجام که میگن ما با اتکا به اون اومدیم بیرون، یعنی چیز ببخشید این نمیم مهلت 60 روزه دادیم و اینا. در بند 36 برجام میگوید چنانچه ایران معتقد باشد که هر یک یا کلیه اعضای گروه 5 به اضافه یک تعهدات خود را طبق این برجام رعایت نکردند، میتواند موضوع را به منظور حل و فصل به کمیسیون مشترک ارجاع نماید. به همین سادگی میگه برو از مثلا آمریکا که زده زیر برجام به کمیسیون مشترک شکایت کن. کجا میگه به تعهداتت عمل نکن که صبح تا شب تو رسانه هاتون مغز مردم رو میشورین، میگین بند 26 و 36 برجام به جمهوری اسلامی اجازه داده است که بزند زیر تعهداتش و بگوید که من نزدم زیر تعهداتم. قدم های بعدی هم که در نظر هست باز در چارچوب برجام هستش. امروز دیدی توضیح دادن مهندسین ما برای شما که صرفاً با یه مقدار تغییرات فنی ظرفیت تولید رو، تولید اورانیوم غنی شده 3.67% رو 4 برابر نسبت به گذشته بکنن. جمهوری اسلامی ایران بر اساس منافع خودش در چارچوب تعهداتی که داره کار رو انجام میده. ما اگر دو موضوعی که الان ابلاغ شده برای یک فرصت 60 روزه از طرف ریاست محترم جمهوری که قرار نیست رعایت بشه، سقف 300 کیلو و اشاره که آب سنگین بیشتر از 130 تن که اشاره کردن در این دوره 60 روزه در واقع در قالب بند 26 برجام و در داخل اون در واقع مجموعه تعهدات و حقوقی هستش که جمهوری اسلامی ایران داره، این حق جمهوری اسلامی ایران بوده که توازنی که به هم خورده، توازنی که ایجاد نشده بعد از یک صبر استراتژیک یک ساله در حقیقت رجوع بکنه به همین بندهای برجام و بر اساس بند 26 جمهوری اسلامی ایران میتونه بخشی
از تعهدات خودش رو کلن یا جزئن اجرا نکنه. خب این رو ما اعلام کردیم هم به طرفای مقابل هم از طریق تغییراتی که در دی‌آی‌کیو داده میشه به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، و خب منتظر هستیم که ببینیم در این 60 روز چه اتفاقی میفته. و همینطور که جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده بعد از 60 روز اگر آنچه که مورد نظر هست، یعنی در حقیقت اجرای تعهدات توسط طرفهای مقابل، پیدا کردن راه حل ها برای تحریم ها، اون وقت دو اقدام دیگر رو همینطور که اشاره شده رفتن بالای 3.67% و بررسی موضوع راکتور عراق هستش که میتونه در قالبی غیر از آنچه که در برجام هم پیش بینی شده، یعنی بازطراحی در قالب غیر از اون هم بتوانه دنبال بشه. من حالا حرفای این سخنگو رو به فارسی سلیس ترجمه میکنم، ولی قبل از اون اینو خدمتتون عرض کنم که این همه این آسمون ریسمون کرد تهش طبیعتا نمیتونه بگه، نه اینکه ما که نفهمیدیم، که گفتم برجام میگه، بند 26 برجام میگه جمهوری اسلامی وضع تحریم‌های جدید هسته‌ای رو به منزله مبنایی برای توقف کلی یا جزئی اجرای تعهدات خود تلقی خواهد نمود. خب این آیا به معنی این است که باید به تعهداتش در برجام پایبند نباشد؟ آمریکا که رفته بیرون از برجام، شما هم که پایبند نباشین به تعهداتتون به برجام، بعد هی بگین بند فلان کار ما رو توجیه میکنه بند بم، خب چی میمونه از برجام؟ پس برای چی انتظار دارین؟ پس برای چی دنبال کانال مالی تجاری هستین، آویزون شدین به اروپایی یا بهشون مهلت میدین و میگن برو بشین سر جات؟ گفتم به فارسی سلیس ترجمه بکنم صحبت سخنگوی آقای کمال بندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی، میگه اگه چیزایی که جمهوری اسلامی میخواد توی این 60 روز برآورده نشه، غنی‌سازی اورانیوم بیشتر میکنیم، یعنی باز به 20% و بالاتر میرسونیم و نیروگاه آب سنگین عراق رو هم مثل قبل از برجام تکمیلش میکنیم. همیشه مسئولان جمهوری اسلامی طوری حرف زدن که انگار با توافق هسته‌ای برجام همه چیز حل و فصل شد. قبل از برجام هم توهماتی زدن از این خیلی بیشتر. یک نمونه فقط براتون میگم، سال 89 آمدن کنفرانس بین المللی منع سلاح‌های کشتار جمعی در تهران برگزار کردن، اولین کنفرانسش، دومیش هم برگزار کردن سال بعدش. اولین کنفرانسش رسماً اعلام کردن، از 70 کشور دعوت کردن. درست قبل از کنفرانس گفتن 60 کشور حضورشون در کنفرانس قطعیه. وقتی کنفرانس برگزار شد، خبرگزاری فارس خودشون گزارش داد که فقط وزرای خارجه 14 کشور به این کنفرانس اومدن. خبرگزاری فارس خبر از شرکت 14 وزیر امور خارجه از جمله وزرای خارجه لبنان، آفریقای مرکزی، ترکمنستان، سوریه، عراق و عمان داد. ایران از یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای شرکت در این کنفرانس دعوت به عمل آورد، ولی او در این اجلاس شرکت نکرد و همزمان با دعوت ایران اعلام کرد کوتاهی ایران در پاسخ به نگرانی‌های بین‌المللی در مورد برنامه هسته‌ای به صورت یکی از جدی‌ترین مسائلی در آمده که جهان با آن روبرو است. تو همون کنفرانس پیام پیشوا خونده شد و همونجا بود که ایشون فرمودن تولید بمب هسته‌ای حرام است. سال 89 درست هی هم دارن بهش تکیه میکنن، همین دو روز پیش هم بهش تکیه کرد آقا. خب منتها ببینین حرام بودن از نظر اینا چه معنی داره، ببینین دیگه. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت که ایران در سالهای جنگ با عراق به دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای بوده و شخص او و علی خامنه‌ای رئیس جمهور وقت ایران به دنبال ملاقات با عبدالقادر خان پدر برنامه هسته‌ای بودند، هسته‌ای پاکستان بودند. آقای هاشمی میگوید که پاکستان برای دیدار مقامات ایران با عبدالقادر خان همکاری نکرد و کمک این دانشمند هسته‌ای در حدی بوده که نقشه را به ایران داده تا بعدها خود ایران مشغول ساخت این فناوری شود. او میگوید از همون چیزهایی که از پاکستان گرفته بودیم، میگه بعد از پایان جنگ و در دوران ریاست جمهوری خودم من رفسنجانی،
شروع به غنی‌سازی کردیم، از همون چیزهایی که از پاکستان گرفته بودیم کنار هم چیدند که ما هم برای بازدید رفتیم. کارگاهی هم در کنار سالن برای قطع سازی درست کردیم که خودمان بسازیم. قطعات، مواد و فلزات خاصی را که لازم بود تأمین کردیم و کار در دو جهت شروع شد. اما خیلی زود متوجه شدیم که قضیه پیچیده تر از این چیزهاست که ما فکرش را می کردیم. بله، ساختن بمب اتمی پیچیده تر از این چیزهاست که فکرش را می کردن. همون موقعی که پاکستان اولین آزمایش بمب هسته‌ایشو کرد، رفسنجانی به پاکستان تبریک گفت و گفت بمب اتم پاکستان بمب اتم اسلامی است. تو همین آخرین مصاحبهش با وبسایت امید هسته‌ای ایرانیان هم میگه این درست است که ما اجازه رفتن به طرف سلاح هسته‌ای را نداریم، یعنی آقا گفتن حرومه، ولی اگر شرایطی پیش بیاید و ضرورت پیدا کند قدرت ما محفوظ است. خود رهبر معظمم که میگه سلاح هسته‌ای حرومه و مدت‌ها دنبال این بود که پدر بمب اتمی پاکستان رو ببینه و پاکستانی‌ها بهش اجازه ندادن، همین هفته گفت ما درباره مسائل ناموسی انقلاب مذاکره نمی‌کنیم، درباره توانایی نظامی مذاکره نمی‌کنیم، تنها راه ما در مقابل آمریکا استفاده از ابزارهای فشاری است که داریم، لازم باشد از اهرام نظامی هم استفاده میکنیم. درباره مسائل ناموسی انقلاب مذاکره نمیکنیم، تعبیر آخوندی درستی میکنه که میگه ما درباره مسائل ناموسی مذاکره نمیکنیم. ناموس جمهوری اسلامی ابزار نظامی است برای جنگیدن علیه کفار. سنی ها اگر مسلمانن اما چنانچه با ولایت کنار نیان، اگه کنار بیان که اومدن، اگه نیان اونام جزو حلقه استکبار و کفاران. پس هر کشوری و هر قوم و قبیله غیر از شیعیانی که خامنه ای رو به عنوان ولی فقیه قبول دارن دشمن ما هستن و هدف ما شکست دادن دشمن است. شکست دشمن هم در اسلام یعنی یا باید جزیه بدین، باج بدین چون زنده این، یا باید کشته بشین. این ناموس ماست و ما بحثی در این باره نداریم. از این مهمتر ادامه حرفهای پیشوا رو اجازه بدین براتون بخونم. حضرت آیت الله خامنه ای افسودند ما حتی تولید سلاح کشتار جمعی را صرفاً با هدف انبار کردن نیز کاری غلط، غیر منطقی و غیر عقلایی می‌دانیم، زیرا خرج و هزینه فراوانی به کشور تحمیل می‌شود اما استفاده‌ای هم نمی‌شود. یعنی چی؟ یعنی هدف انبار کردن نباشه. میگه کار درستی است تولید سلاح کشتار جمعی. میگه ما تولید سلاح کشتار جمعی رو صرفاً به هدف انبار کردن کاری غلط، غیر منطقی و غیر عقلایی میدانیم، زیرا خرج و هزینه فراوانی به کشور تحمیل میشود اما استفاده ای هم از آن نمیشود. یعنی ما تولید میکنیم که استفاده کنیم برای دفاع از ناموسمون که همون هدفمون، یعنی نابودی جهان کفر. حتی اگر همه مردم ایران قربانی بشن، این حرفا رو به رئیس جمهورش هم یاد داده. اگر سرزمین ما بمباران بشه، اگر فرزندان ما شهید بشن، اگر عزیزان ما جانباز بشن، اسیر و آزاده باشند، ما دست از هدفمون و استقلالمون و کشورمون و عزتمون بر نمی داریم. دیگه از این واضح‌تر نمیشه آدم چهره جنایتکاران علیه بشریت رو ببینه. کدوم رهبر سیاسی، کدوم رئیس جمهور مملکتی است که بگه اگر همه سرزمین ما بمبارون بشه ما دست از هدفمون بر نمیداریم؟ خاک بر سر هدفتون و خودتون. شما برای چی اصلا رئیس جمهورین یا شدین رهبری مملکت یا فلان شدین؟ اینا مثلا شما خودتون میگین مردم انتخابتون کردن، همشون نابود بشن، تمام سرزمین به توبره کشیده بشه، باز دست از هدفمون. من نمیدونم، گاهی فکر میکنم همه مردم و جهان انقدر رو دادن به اینا که میان راحت این حرفا رو میزنن. یک لحظه یادمون نره که اینا حرفای امروز دیروز اینا نیست. هویت نظام جمهوری اسلامی همین جنایته. ما چون امروز با فرض کنید که صدام یا با کسانی که معید صدام هستند جنگ داریم،
در این محیط ناقص میگیم که جنگ جنگ تا پیروزی. خدای تبارک و تعالی چون نظرش به اول و آخر است، تا آخر نظر دارد، میگد که جنگ تا رفع فتنه، غایت رفع فتنه است. یعنی اگر ما پیروز هم بشیم یه کمی فتنه را کم کردیم، اگر ما به جای دیگر هم پیروز بشیم باز یه جای کمی را پیروزی حاصل شده است. اگر همه دنیا را ما فرض کنید که جنگ بکنیم و پیروز بشیم، باز همه دنیای عصر خودمون را پیروزی درست کردیم. و قرآن این را نمیگه، قرآن میگه جنگ تا رفع فتنه، باید رفع فتنه از عالم بشه. حتی همین خمینی میگفت همین غرب مسیحی نمیفهمه که باید شمشیر داشت. مذهبی که جنگ درش نیست ناقص است اگر باشد. و من گمانم این است که حضرت عیسی سلام الله علیه اگر بهش مهلت میدادند و عمرش طولانی تر میشد، اون هم همین ترتیبی که حضرت موسی سلام الله علیه عمل میکرد، همون طوری که حضرت نوح سلام الله علیه عمل میکرد، اون هم با کفار اونطور عمل میکرد. این اشخاصی که گمان میکنند که حضرت عیسی اصلا سر این کارها را نداشته است و فقط یک ناصح بوده، اینها به نبوت حضرت عیسی لطمه وارد میکنند. معلوم شد اگر اینطور باشد، معلوم شد که یک واعظی بوده نه یک نبیجی بوده است. واعظ غیر نبی است. نبی همه چیز دارد، شمشیر دارد. با یه همچین نظامی که بنیانگذارش اینو میگه، جانشینش میگه مذاکره سمه، رئیس دولتش میگه اگه سرزمین ما همش بمبارون بشه و همه بمیرن یا ناقص بشن، ما این مسیر جنایت رو رها نمی کنیم، چه باید کرد؟ چه جوری باید رفتار کرد؟ هر لحظه باید منتظر این باشه که از جایی که فکرشو نمی کردی از این نظام مقدس بخوری. یهو در میاد که 20 سال داشته سلاح هسته‌ای می‌خریده و می‌ساخته، هیچ کس هم خبر نداشته. و اگر همه چی لو نمی‌رفت، امروز معلوم نبود امام زمان بر کدام ویرانه سوخته کره زمین ظهور کرده بود. مهدی طاهب رئیس قرارگاه عمار، بخونم براتون عیناً: تشکیل جمهوری اسلامی را در راستای قدرت گرفتن حکومت اسلامی امام عصر عجل الله تعالی و فرجه الشریف خوان و گفت چرخهای سانتریفیوژهای جمهوری اسلامی در واقع چرخهای قدرت گرفتن این حکومت الهی است و در این راه مهم دستیابی ما به توان و دانش ساختن بمب اتم است، هرچند که این کار را حرام می‌دانیم، ولی داشتن علم آن برای قدرت گرفتن نظام الزامی است تا بتوانیم امام زمان را یاری کنیم. این تو فکرشونه که امام زمانشون هم که بیاد بمب اتم باید داشته باشه. ببینید نیویورک تایمز درست یک سال پیش در می 2018، درست یک سال پیش، مطلب مفصلی نوشت با این پرسش که جمهوری اسلامی ایران چقدر زمان لازم دارد تا به بمب اتمی برسد. یک سال و یا شاید بیشتر، اندکی بیشتر، اگر در نظر بگیریم که سوخت هسته‌ای را خودش تولید کند، یعنی همون مرحله اورانیوم طبیعی و کیک زرد و تبدیل به گاز UF6 و برای غنی‌سازی در نتنز، فوردو یا هر جای دیگه. یک سال و شاید بیشتر اگر در نظر بگیریم که سوخت هسته‌ای را خودش تولید کند. ولی اگر سوخت نیروگاه را از کشورهای دیگر بگیرد، مثل کره شمالی یا پاکستان یا هر کشوری دیگر، و مجتمع غنی‌سازی نتنز را با حداکثر ظرفیت به کار اندازد، سه ماهه میتواند بمب اتمی تولید کند. این همان جدول زمانی است که باعث شد اوباما وارد مذاکرات هسته‌ای با ایران بشه، یعنی همون زمانی که به گفته روحانی اگه جمهوری اسلامی نمیرفت پای مذاکره، حمله نظامی به ایران احتمال بسیار زیاد بود. و متاسفانه الان به نظر میاد که باز در بر همان پاشنه داره میچرخه. گزارشی است به تاریخ، این گزارش بسیار مهمه، به تاریخ نوامبر 2018، یعنی 6 ماه پیش، که دیوید آلبرایت که
حداقل 30 ساله که تحقیقاتش در زمینه امنیت جهانی و به ویژه سلاح‌های هسته‌ای مورد استفاده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نهادهای سازمان ملل، دولت‌ها حتی و دانشمندان هسته‌ای قرار می‌گیره. آدم بسیار گنده‌ای به هر حال این دیوید آلبرایت و تحقیقاتش بسیار مهمه. باری گزارشی است به تاریخ نوامبر 2018 که دیوید آلبرایت و آندریا استریگهر هر دو از مؤسسه علوم امنیت بین الملل به طور مشترک با اولی هیننون معاون البرادعی دبیر کل سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی نوشتن این گزارش. نوشتن آرشیو هسته‌ای ایران به ما میگوید که جمهوری اسلامی برنامه و نقشه ساختن 5 بمب اتمی 10 کیلوتونی را داشته است. اسنادی که منتشر کردند ببینید دیگه. طبق مصوبه برنامه مصوب شورای فناوری پیشرفته، بر طبق این برنامه جمهوری اسلامی بین اسفند 1379 تا اسفند 1381 برنامه ساخت 5 کلاهک اتمی رو داشته. بر طبق عکس‌های ماهواره‌ای و عکس‌هایی که در اسناد خارج شده از جمهوری اسلامی دیده میشه، همه این برنامه در پروژه است به نام پروژه شهید بروجردی در سایت پارچین که قاعدتاً میبایست در یک سال انجام میشده، گفتم از آخر 79 تا آخر 81 یعنی میشه چقدر؟ 2 سال باید انجام میشده. به اسم پروژه آماد، شناسنامه‌شو دیدین دیگه، که البته ظاهراً خیلی بیشتر طول کشیده چون مدام با دخالت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و بعد تهدیدهای غرب متوقف شده و باز از سر گرفته شده و هیچ وقت البته متوقف نشده. پروژه آماد به پروژه مخفیانه در ایران گفته می‌شود که هدف آن تولید سلاح هسته‌ای است. در گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منتشر شده در سال 2015، 4 سال پیش، آژانس میگوید که از سال 2005 یعنی از 14 سال پیش از جزئیات این پروژه آگاه بوده است. ببینین زمین در پارچین در 37 کیلومتری تهران قرار بر این میشود که یک پایگاه تولید کلاهک هسته‌ای، یاد نمیدونم شاید هم چیزایی دیگه، به هر حال کلاهک هسته‌ای به دلیل برنامه موشکی ایران در کنارش میگم، قرار بر این میشود که یک پایگاه تولید کلاهک هسته‌ای در پارچین زده بشه. طرح و نقشه و برنامه کار ریخته میشه. همینطور که میبینین ما باید عکس تراشه رو نشون بدیم تا بله ببینین این قسمت که با سفید خط کشی شده، این باید حفاری بشه. اول این همون زمین پارچینه، باید حفاری بشه و این نقشه ها که حالا میبینین فضاهای مورد استفاده رو تعیین کرده. فضاهای مورد استفاده نقشه نهایی پروژه است که بخشی از این پروژه در همین مساحت مدفون زیر خاکه و بخشش نیمه مدفونه. دو تا تونل مشخص شده که دارن، یک تونل سمت راست و یک تونل سمت چپ که حالا با فلش مشخص شده. اینا رو من تونتون بگم که معطل نشیم بگذاریم. اشاره به قسمتی داره که بعضی جاهاش که از خاک بیرونه و مربوط به دستگاه سرد کننده است و طبق طرح آماد تونل ها در داخل اصلا این طرح فقط 110 نفر کار میکنن. توی این تونل ها نه فقط بله این تونل ها رو که میبینین، توی این تونل ها نه فقط این افراد قرار کار بکنن و کار کردن، البته کلیه تجهیزات و همینطور نمونه تسلیحاتی که باید آزمایش بشه برده میشه. تونل ها همینجور که میبینین عایق بندی است و خیلی جاهاشو آرماتور بندی کردن که روش توضیحاتش هم هست. و در اون طرح اصلی ببینین، خب دو تا ورودی دارن تونل ها توی سایت پارچین و هر کدوم تله آزمایش انفجاری جداگانه دارن. دو تا تونل رو داریم میبینین، دو تا ورودیش هم که اولیش
سمت چپ یا راست تصویر شماست که می‌بینیم با تونل آرماتور بندی شده این ورودی اولیشه و تونل دوم هم که به هر حال داره دیده میشه. خب بعد یک نقشه هست که شاید مهمترین نقشه این اسناد باشه، همین این نقشه. ببینید 23 سپتامبر 2018 برداشته شده، یعنی 1 مهر ماه 1397. روی این نقشه کاملا سایتو دارین میبینین که اولین تونل بالای صحنه، بالای این اکران، چه میدونم صفحه تلویزیون دارین میبینین، بالاش سفید نوشته ورودی اولین تونله و اون ساختمون مشخص نشده که درش چیست، داخلش چیست. جلوی اون ساختمون یک فضای باز خالیه، من نمیدونم شاید برای نشستن هلیکوپتر مثلا باشه. و بعد میاد باز قسمت ورودی دومین تونل. لطفا اگه میشه برگردیم به همون عکس قبلی، من داشتم توضیح میدادم نمیدونم چرا این عکس عوض شد، برگردیم. مرس. ببینین این دومین تونل که همینطور که دارین میبینین یک راه به اصطلاح درازی هست جلوی ورودی این تونل و بعد میاد جلوتر، پایینتر، پایین وسط که باز اون ساختمونی که به شکل هشت هست معلوم نیست چیه اون ساختمون داخلش، و ساختمون پایینتر، آخرین ساختمونی که پایین هست کنار این جاده به اصطلاح، که حالت دفتر اداری داره به اصطلاح، فرماندهی اونجا یا هیئت ریاست و اداره کننده اونجا. و اون بالا وقتی میری وسط بالا تقریبا با فلش زرد نشون داده شده، اونم محل خدمات ساختمانی است مثل برق و جنراتور و غیره. خب و میرسیم به این که انتهای هر دو تونل باید اینو ببینین حتما که یه قسمت بن‌بست داره که بهش میگن تله انفجاری. اینجا داریم میبینین، ببینین اون بلاست ترپ یعنی تله انفجاری که نوشته در هر دو طرف، طرف راست و چپ نقشه، تونل ها رو میبینین که ورودی تونل ها کجاست، با زرد در تونل هم با زرد کشیده شده. از اونجا که وارد میشه ته تونل، یعنی همونجوری که تونل میره به سمت، از دست راست بخوام به سمت چپ میپیچه و از سمت چپ هم ادامه میخواد پیدا کنه، هر کدوم از اینا تا وارد تونل میشه بعد از یه مقدار رفتن به یک قسمت انتهایی بن‌بست مستقیم پیش میره، اونجا همون تله انفجاری است، محل آزمایش نتیجه پروژه. خب 25 فوریه، یعنی فوریه 2019، یعنی 3 ماه پیش، دیوید آلبرایت در مؤسسه علوم امنیت بین الملل میگوید اسناد به دست آمده نشان میدهد که پروژه آماد در پارچین متوقف نشده و جمهوری اسلامی فقط تغییر مسیر داده. نکته ای که باید توجه کرد این است که تا امروز آژانس بین المللی انرژی اتمی نتوانسته مطمئن باشد که جمهوری اسلامی دست از تولید سلاح هسته‌ای برداشته است. حتی در گزارش فصلی نوامبر 2018 آژانس، یعنی 6 ماه پیش، آمده است تحقیق درباره غیاب اطلاعات مربوط به تجهیزات و فعالیت‌های تسلیحاتی اتمی ایران همچنان موضوع کار آژانس بین المللی انرژی اتمی است. این گزارش 6 ماه پیش آژانس ناظر سازمان ملل. خب این بخش از یافته های جامعه بین الملل از فعالیت هایی است که رهبر معظم میفرمایند حرام است و از این حق بازی های معمول آخوندی. از یک طرف دنبال تولید کلاهک هسته ای هستین، از یک طرف موشک هایی که نمایش میدین، حتی توی رژه های رسمی و مراسم رسمیتون روی موشک ها می نویسین مرگ بر اسرائیل و آمریکا و عربستان و این و اون، وقتی هم که میخواین یه تولید جدید موشکی رو معرفی کنین رسانه هاتون اینجوری تیتر میزنن: موشک ایرانی که کمتر از 10 دقیقه اسرائیل را هدف قرار میدهد، موشک عماد سرعتی معادل 4300 متر بر ثانیه دارد و کمتر از 10 دقیقه میتواند سرزمین های اشغالی را هدف قرار دهد، شهاب 3 از موشک هایی است که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای را دارد با برد بالای 2000 کیلومتر. من نمیدونم چند سوله پرتو به موشک تو زمین ساختین، ولی چیزی که روشنه این است که فقط تاسیسات هسته‌ای نیست که مخفیه. موشک عماد رو سال 94 جمهوری اسلامی رونمایی کرد که میگن 130 تا از این موشک ساخته، تا حالا 1700 کیلومتر
برد داره با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای. در MPT پیمان من گسترش سلاح هسته‌ای هر کس عضو میپذیره که سلاح هسته‌ای تولید نکنه و از جایی هم تهیه نکنه. این پیمان عطف به ما سبق نمیشه. یعنی کشورهایی که قبل از امضای این پیمان که سال 1967 بود، قبل از شکل گرفتن این پیمان، قبل از 1967 بمب هسته‌ای داشتن مجبور نبودن از بینشون ببرن، ولی از اون تاریخ دیگه حق تولید سلاح هسته‌ای رو نداشتن و ندارن و یه سری سلاح هسته‌ای هم کنار گذاشتن. بلاروس، قزاقستان، اوکراین و آفریقای جنوبی و امروز فقط 9 تا سلاح هسته‌ای دارن که هیچ کدومشون هم تهدید نمی‌کنن کشورهای دیگه رو. بریم پرده آخر. من مثلا دو طبقه ساختمان رو راحت می‌پرم. همش 7 متر ساختمان رو راحت می‌پرم با این. می‌پریدید؟ می‌پرم. الانم می‌پرید. خب بله، ان شاءالله که خدا توانمندی بده. و روش‌هایی که درگیری تن به تن رو 1-5 نفر خوب یاد گرفتم، استفاده از سرم، استفاده از پام، استفاده از دستم و لانچیکو و اینا رو که باید یاد گرفتم، استفاده مختلف با یک چوب دستی در برابر حداقل 6 نفر. شب و روزگار خوش.